تنبلی و بیکاری در اسلام رد شده گیست. حتی انبیاء علیه السلام اکثرش کار میکردن، بدون کار و بدون کسب یا بدون حرفه نبودن. حال جهان اسلام رو میبینین محتاج است به جهان کفر، غیر مسلمان ها فقیر است. چرا؟ به خاطر که تنبل است، کار نمیکنه اکثریتش، تیارخور است. یک سستی و تنبلی بر مسلمان ها رو خدا داده است. اگر این کارهای زیادی است، زحمت نمیکشه و کار حلال است او را انجام نمیده، کوشش میکنه کم کار باشه و حرام باشه. حدیث صحیح است، امام بخاری روایت کرده است، از مقداد ابن معدی کربه میفرماید که پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت که ما اکل احد طعاما خیرا من ان یاکل من عمل یده و ان نبی الله داود علیه السلام کان یاکل من عمل یده، رواه البخاری. ما اکل نخورده است، استفاده نکرده احد، هیچ یک مسلمان طعاما غذایی را خیرن که بهتر باشد، من ای یکله از ای که استفاده میکند، من عمل یدیهی از عمل دستش، یعنی از ای که کار زیبا که با دست خود با زحمت خود غذا را به دست میاره. و این نبی الله داود، یقینا نبی الله داود علیه السلام کان یکل من عمل یدیهی، ای بود از دست زحمات دست خودش استفاده میکرد و غذای زندگی خود به دست می آورد، یعنی کار میکرد. پس کار کردن، زحمت کشیدن، تلاش کردن به خاطر رزق حلال در اسلام جایگاه بسیار خاص خود داره، که حتی به اقتصاد قوی رسیدن و نجات یافتن از سرمایه دارا و ظالما و کافرا، این به کار و زحمت میشه. مسلمان باید کار بکنه و زحمت بکشه، بار دوش جامعه نباشه. بعضی ها رو بینید در یک فامیل یکی کار میکنه دیگه کلش خواب است، کتا کتا ایسو میگردن در کوچه او طرف میگردن. ای تو کسا را رسول الله هم نفرت داشت، الله هم نفرت داره، صحابه هم. حتی عمر زلانهو یک کسی را که میدید با تقوایی میبود از کارش پرسان میکرد چی کار میکنی؟ یعنی بخاطر بدست آوردن رزق حلال زندگی، اگر میگفت بیکار هستم باز از نظرش ساقط میشد، چندان چیزی برش معلوم نمیشد که بیکاره هستی. پس اسلام در ارتباط کار به حدی تاکید میکنه و میکنه که فکر میکنی یکم دفعه که من 24 ساعت کار بکنم، اما در عین وقت دیگه مسئولیت های تام باید انجام بدی. البته در نتیجه کار است که انسان میتونه زندگی درست خدا آماده کنه، و الله هم قانون نیشیست که کسی کار زحمت نکشه برش نمیتن، طلب نکنه. قسمی که میفرماید و لیس للانسان الا ما سعى، از برای انسان نیست مگر آنچه که سعی کردگیست، یعنی سعی و تلاشش برش زحماتش اون نتیجهش را میبینه. اگر که آیت معانی مختلف داره، یا در ارتباط کار زراعتی میفرماید که و جعلنا فیها جنات من نخیل و عناب، الله میگه ما در زمین پیدا کردیم باغها را از درخت های خورما و انگور مختلف میوه ها، و فجرنا فیها من الغیون، و جاری کردیم در روی زمین چشمه ها و دریاها و نهرها، لیأکلوا من ثمرهی، تا که استفاده کنه انسان ها از میوه از این درخت ها، و ما عملت و ایدیهم، و آنچه که عمل میکند دستای از اینا، یعنی کار میکنند، زحمت میکشند، با دستای خودان کار میکنند. افلا یشکرون، آیا یه سپاسگزاری نمی کنن؟ این اگر که در معاملت ایدیم یک معنای شمیست، معنای دیگه هم داره، ولی یکی از معانیش ایست که زحمات، کار کردن با دست خودش، زحمت کشیدن. نوح علیه السلام هم کار میکرد و کشتی سازی یکی از حرفش بوده که بعضی ها گفتن که نجار بود و بسیار چیزها رو میساخت. قسمی که الله نوح علیه السلام می فرماید واسنع الفلک بأعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون، جور بکو کشتی را ای نوح علیه السلام در زیر چشمان ما و وحی ما، و درباره ظالما به امرای ما گپ نزن، اینا غرق می شوند. و یسنع الفلک، قرآن میگه کشتی را جور میکند، یعنی خود نوح علیه السلام هم حرفت داشت، کسب
کسب و کار، بار و دوش جامعه نبود. یا در صورت سبا آیت 11 الله می فرماید و علنا له الحديد، ما برای داوود علیه السلام آهن نرم کرده بودیم و برش حکم کردیم که نعم السابغات و قدر فی السرد و عملوا صالحا اینی بما تعملون بصیر، یعنی عمل بکو، کار بکو، سابغات زیره های محکم، یعنی زیره ها را بساز که حتی بافت می شود، مواد اسلحه یا وسایل اسلحه جنگ بساز. خود داوود علیه السلام به دستای خود جور میکرد وسایل جنگی را. و عمل صالحا، عمل صالح هم بکنین، یعنی هم کارتان رو بکنین، کار زندگی، و هم عمل صالح،